میخواستم درباره خشم و کینه و نفرت سوالی دارم، اگر بتونید راهنمایی کنید ممنون میشم. بفرمایید. من مدتی هستش که کلا زود آدمو میبخشم، اینو بگم، ولی هیچ کسی پرفکت نیست. من مدت یک سال خورده کامپلیت با خواهرم قطع رابطه کردم. شاید سوال بیاد تو ذهنتون، همین الان گفتید من میبخشم، ولی بخشیدم به این معنا نیستش که من دوباره این شخص رو دوباره تو زندگیم وارد کنم، چون خواهرم، اما از یک مادر پدر هستیم، خواهر بزرگتر منه. نمیدونم شما فیلم پدر سالار رو دیدید، چند سال پیش تو ایران درست شده بود. خواهر من خیلی پاورفول روی بقیه خواهر برادرها، بعد هر کسی که غیر از نظر اون راه اون بره تموم شده. بعد بارها قبلا دل منو به راههای مختلف شکنده بود، چون رسم و رسوم خانواده های ایرانی، آه حالا این بزرگتره تو باید ببخشی، تو کوچیکی حق نداری حرف بزنی، خواهر بزرگتر حکم مادر رو داره، از این صحبت ها. anyway، تا اینکه سال گذشته عید نوروز، دقیقا روز عید نوروز که من زنگ زدم سال تحویل رو بگم، سادنلی هرچی دوست داشتم اومد به من گفت که تو دیر به دیر زنگ میزنی به من. من مثلا سال یک بار که لاغرگی من زنگ میزنم، تا همون یه دور سال یک بارم که شما من زنگ نمیزنی، هرچی دوست داشت به من گفت و تموم شده رفت. anyway، من پیش خودم گفتم، بارها و بارها دعا کردم تو خلوت خودم، گفتم بار اله تو یاری بده منو که من چیزی تو دلم نباشه. بخشیدمش ولی نمیخوام باهاش دیگه صحبتی کنم، نمیخوام ببینمش. ولی با هر چیزی که پیش میاد، در حقا ما با هم بزرگ شدیم، تو یک خونه بزرگ شدیم، یه آهنگ، نمیدونم یه رنگ، یه غذا، یک چیزی که پیش میاد، دقیقا صورتش میاد جلوی ذهن من و منو دوباره از این رو به اون رو میکنه که چرا این به من اینجوری اینجوری گفت، چرا من خواهر کوچیکتر بودم در حق من ناحقی کرد اینجوری، چرا اون منتظره که همیشه من برم پا پیش بذارم. من از این حالی که توی وجودم خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم، روز شب منو خراب کرده. آخه سرکار خانم، شما الان دیدید که گفتم یه گفتگوی دارم در ونکوور، انسان دیروز و امروز، از سنت تا مدرنیته و مدرن. شما یه الاغ رو برداشتید بستید به اتومبیلتون، حالا در انگلستان هستید، به یه جگوار، یا الاغ برداشتید رفتید تو هواپیما، یه مقدار حرفایی زدید که این حرفا مال تاریخ و فرهنگ ماست که از دل جهل و ترس و بیماری آدم ها میاد بیرون، همه اون حرفا. و بعدم خودتون در حالی که در انگلستان تشریف دارید و در قرن 21 همچنان در قرون گذشته و در یه جای دیگه هستید. عزیز دل، شما زنگ زدید به خواهر بزرگتون در نوروز، گفته تو چرا تلفن کردی یک بار؟ شما بگید به هر حال گرفتار بودم، بعد فکر کردم تو خوشحال نمیشی یا خودم خوشحال نمیشم، زنگ زدم. حالا اگه میخوای بیشتر تلفن کنم، با کمال میل تو هم اگر تلفنی کنی خواهر بزرگتر ممنون میشه. دیگه دلیل نداره شما جوابش رو بدید که حالا یک بار که من به تو تلفن کردم، کار شما عصبانیت. بعدم او به فرمون صبر کنید عزیز من، بذارم جوابونی. بعدش هم او برگشته هر چی دلش خواست به من گفت. مثلا هر چی دلش خواست به شما گفت چی بود؟ کثافت بی شعور. نفهم. بسیار خوب. صبر کنید. خواهر من بسیار آدم مذهبیه عزیز من، متوجه شده که من دیگه فولو مذهب نمی کنم. برای من مذهب معنی نداره، انسانیت معنی داره. شما تلفن کردید با هم حرف بزنیم یا میخواید شما حرفای خودتون رو بزنید؟ خب من با حرفای خودم صبر کنید. نه من نمیخوام. نه آخه حرفای شما اصلا مرتبط به موضوع نیست. شما یه خواهر بزرگتر دارید، شما تلفن کردید، گفتم شما نباید اون جواب دادی، ولی میفرمایید این جوابو دادم که جواب خیلی بدی هم نبوده. اونم برمیگرده میگه کثیف، نمیدونم فلان بیشور، شما دیگه هرگز به این خواهر تلفن نمیکنید. اما اون بازی رو هم در نمیارید، چه یه ترانه میشنوید به یاد ایشون میفته، خب بعد یه خواهر بوده ترانه رو شنیدیم، چرا یه دفعه باز برید سراغ موضوعی که نباید برید عزیز؟ یه کسی یه چاقو به شما زده، قبول. شما چرا وقتی که یک کسی و بعد این چاقو که زده مثلا گفته تهران، یک کسی میگه تهران، شما میگید چاقو از آشپزخونه میذارید به خودتون؟ خب این که بیماری شماست، شما میگید اون بیماره، اون گرفتاره.
شما اولا به چه مناسبت یه دفعه بحث خواهری و خاطره رو مطرح میکنید؟ بگردم در گذشته زندگی میکنید، آدم ها ازدواج میکنن بعد طلاق میگیرن، قرار نیست که تمام مدت هی به هم فکر کنن. گذشته در گذشته، ما قرار از گذشته بیاموزیم، قرار نیست بهش بیاویزیم. بعد از اون شما چرا احساس بدی میکنید؟ یه دختریست اینگونه که شما میفرمایید بیمار و گرفتار. این آدم بیمار حرفای زشت بد رو بی دلیل میزنه به کسی، به حریم و حقوق کسی تجاوز میکنه. بنابراین یه آدمی تو خیابون به من چاقو زده، من اولین کاری که میکنم میرم دکتر چاقو رو در میارم، به دکترم میگم جاش نمونه، و بعدم کوشش میکنم اینو از ذهنم به طریقی که میدونم پاک کنم، بذارم کنار و بره دنبال کارش. برای اینکه روزی که من اینو به خاطر میارم دوباره چاقوهای بعدی رو اون آدم به من میزنه. خب که شرط عقل نیست. شما درست، من دارم اینو میگم که شما میگید خب فراموش کنید. اوکی فاین. من کی همچه حرفی زدم؟ من فراموش کردم به همین کلام نیست که فراموش. بایستی یه تایم میتین کنه. با این وجود که سرکار خانم، سرکار خانم، اصلا فراموشی احتیاج به وقت نداره. شما برای چی نگرش می‌دارید؟ عزیز من، یک کسی به شما چاقو زده، فراموشی نگهدار، چاقو رو در آوردن احتیاج به وقت داره. کی گفته؟ شما به گونه‌ای که برای من توصیف می‌کنید یه خواهر بیمار نادان دارید، این گونه که شما میگید. قطع رابطه هم می‌خواید بکنید، من 100% با شما همراهم، دیگه هم به ایشون تلفن نکنید. فری قرار نیست من تازه من یک سال خورده، حتی با به بقیه خواهر برادران، حتی مادرم هم گفتن برای مادر پدر خیلی سخت زنده است به فهم بین فرزنداش اختلاف پیش اومده، ولی شما اگر یک ذره عادل باشید این کارا که قبلا کرده بوده، شما مجبور من کردید معذرت خواهی کنم، اوکی کردم، و این معذرت خواهی من باعث شده که اون متوجه اشتباهش نشه، متوجه باشه که او من راست گفتم، من درست گفتم، دوباره دید این شخص به من برگشت و از من معذرت خواست. من دارم به شما میگم، به مادرم گفتم از من نخواهید که من با شما هم درگیر و ناراحت بشم، از من نخواهید که من بهش زنگ بزنم، به خاطر اینکه خواهر بزرگتر از منه. اون واقعا سرکار خانم شما میشه از 500 سال قبل 700 سال قبل بیاد بیرون؟ عزیز من شما صبر کنید، آخه قربونتون، این حرفا رو اینقدر من شنیده باش آشتام، یه ذره صبر کنید. شما به شما صد با پدر مادرتون بحث میکنید، شما تازه به پدر مادرتون نگید شما از من نخواهید که من با او تلفن کنم. اون خاصه اون دختر بزرگشون، از من رو فرزند اول خیلی اونو حساسن. عزیز من اونا حساسن، به شما چه؟ یکی دیگه دلش درد میکنه به من چه؟ حساسن که حساس باشه. عزیز من شما گوش میکنید، شما به پدر مادرتون نگید که به من نگو، برای که اونا کشو میشه برای بقیه تصمیم میگیرن. شما وقتی گفتن شما زنگ نزنید. پدر مادر شما به شما میگوین زنگ بزن، خواهر بزرگتر شما نزن. بعد شما اومدید علت پیدا کردید چرا اون خواهر داره بدی میکنه؟ چون پدر مادر منو وادار کردن معذرت بخوام، اون نفهمید که کار بد میکنه. آخه عزیز تو خواهر شما از این نتیجه گیری میکنه که چون پدر مادر من به خواهرم گفتن تو زنگ بزن پس من کار بدی که کردم خوب شد، اگر اونا نمیگفتن کار بد رو بد میدونست. آخه چرا موضوع رو اینجوری میبینید؟ عزیز شما هنوز توی وابستگی ذهنی موندید. شما یه دختر بزرگی هستید اومدید اروپا، لطفاً از اولاقی که مال 500 سال قبل بیاد پایین. نه با مادر و پدرتون کار داشت باشید، شما خواهری با شما بد رفتار کرده، شما با او قطع رابطه کردید. پدر مادرم هرچی گفتن حساس گریه میکنن زاری میکنن بکنن، به شما چه ارتباط داره؟ اونا نمیفهمن و اونا نمیدونن، شما هم تلفن نمیکنید. حالا تلفن نکردن یه مسئله است، بهش فکر نکردن موضوع مهمتریه. ولی قرار باشه من یه کسی رو از زندگیم بیرون کنم ولی هر روز بهش فکر کنم که این کنار من ایستاده، تو مغز من ایستاده، تو رخت خواب من کنار من خوابیده، خب فایدهش چه بیرونش کردی؟ به همین جهت است که ماجرای بخشیدن وقتی است که یه اصولی داره که پشتش نه اینکه دستور داده میشه، فراموشی باشه، forgive forget. هر کسی که فراموش نمیکنه نبخشیده. عزیز شما قبول بکنید که او کار زشت و بدی کرده و شما به عنوان خواهر و به عنوان یه انسان او رو بخشیدید، یعنی از صحنه ذهنی تو میذارید بیرون، خلاص. ولی دنبالش دیگه نمیرید، بعدم بهانه نکنید که یک ترانه یه چیز منو به یاد او میندازه. همیشه ما میتونیم به یاد کسی یه چیزی بیافتیم بعد پسش بزنیم. من نشستم پشت فرمون
یه موضوعی به یادم میاد، میگم برو رمال کارت، خودم مشغول کار دیگه میکنم. روزی که این کنترل داشته باشم که آدم ها میتونن داشته باشن، بعد از این مدتی چیزای بی خودی به مغزشون هجوم نمیاره، چون مغز ما که درش قرار نیست آشغال دونی باشه، درش باز بشه، هر که درش باشه یا آشغالی توش بریزه، ما باز سرشو ببندیم. بنابراین تکلیف روشنه، شما با خواهرتون با آنچه که میفرمایید باش، نمیخواید حرف بزنید نزنید، به پدر و مادر و دیگران هم هیچ توصیه‌ای نکنید، خودتونم تحت تاثیر حرف هیچ کس قرار نگیرید، به ایشون هم فکر نکنید. هر وقتم که یه موضوعی مطلب او رو یا وجود او رو برای شما مطرح کرد، بنویسش که میورد مال کاره، بعد از یه مدتی تموم میشه. دقیقاً به همین راحتی عزیز، دقیقاً به همین راحتی است. اگه شما با مغز آشنا نیست عزیز من، شما سی دی خوشبختی من ببینید، من و شما یه مغزی داریم عزیز که یه در داره با یه در بود، و این ما این که باید اجازه بدیم مطلب بیاد تو ذهنمون و کی بره. روزی که در نداریم، روزی که درون نداریم، روزی که دیوار نداریم، هجوم افکار رو داریم. من به راحتی موضوعی بیاد به ذهنم وقتی نمیخوام پرتش کنم بیرون، و بعد از یه مدتی شما وقتی کلید رو ندید، در رو باز نکنید، همه میرن، مثل کسی که بیاد ده دفعه در بزنه. ولی روزی که شما اومدید و درگیر شدید و احساس خوب یا بد کردید، هر چی میخواد باشه، او رو تقویت کردید، کلید دادید دستش، گفتید بیا. بنویس که گذشته در گذشته، زندگی رو انقدر باید با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما روزی به این افکار میرسید که بیکارید یا از چیزی ناراحتید یا حسرتون سر رفته، دنبال دشمن میگردید که با خودتون و با دیگری دشمنی کنید. شما بیاید یه روز از صبح تا بعد از ظهر درگیر کارهای جدی بشید که تمام توجه و تمرکز و انرژی روانی شما رو بگیره، یک ثانیه هم به خواهرتون فکر نمی کنید. بنابراین علت این که من میرم سراغ گذشته و با خاطرات گذشته و میرم اینه. بله عزیز، یه کسی اومده به شما، از شما 100 پوند گرفته بهتون نداده، شما به خاطر اون یه رنجی بردید، 100 پوند بوده، به بسا 5 ساعت کار کردید، 5 تا 20 پوند گرفتید، شده 100 پوند. اون اومده رنج 5 ساعته شما رو گرفته و برده، ولی هر زمان که شما اونو به ذهنتون میارید، یه 100 پوند یا یه 200 پوند دیگه بهش میگین که شرط عقل نیست. به همین جاست که من در ایران اون زمان قبل از انقلاب یکی از حرفام این بود، تنها و فقط یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اون جاده بخششه. هر کی نمیتونه ببخشه بدبخته، و کسی که میبخشه تنها فورگیو نمیکنه، نمیبخشه، فورگت میکنه. فورگت هم به اینه که در مغزش اونو نمیاره ببره. روزی که من و شما اونو در مغز اون میاریم که نبخشیدیم، دوباره او همونجا هست، بگیم بخشیدیم یا نبخشیدیم. و شما من میفرمایید بخشش من همراه با قطع رابطه کاملا حق با شماست، درستش هم همینه. من وقتی یک کسی رو میبخشم دیگه به اون فرصت رو نمیدم که دوباره همون کاری که کرد یا بهتر یا بدتر رو بعدا سر من بیاره، اون پرونده رو برای همیشه میبرم. بنابراین وقتی شما من میگید خواهر شما به اون شما اون حرفا رو زد، از نظر من خواهری و انسانی و رابطه همه تمام، همه تمامه. بنابراین شما کاری ندارید، بقیه هم بهتون هر پیشان کردن، بی خودی با اونا بحث نکنید. بله بله فکراشو میگم چشم، ولی نکنید، برای که اونا حق ندارن این سوال از شما بکنن، حق ندارن چی توصیه به شما بکنن. به من میفرمایید پدر و مادر من نسبت به دختر بزرگشون حساسن، این حرفا عزیز مال 5000 سال قبله، اینا به دنیای امروز قرن 21 انگلستان چه ارتباطی داره که پدر و مادر نسبت به فرزند اول حساسن؟ دیوونه. به من چه مربوطه که اونا چه فکری میکنن؟ و من مسئولیت فکر بد و غلط اونا رو ندارم، و با فکر و غلط و بد و منفی اونا من زندگی نمی کنم، من زندگی خودم رو میتونم بکنم، کاری هم به کارشون هم بحثم باشون نمی کنم. بنابراین تکلیف مسئله روشن عزیز، روزی که ما تفکیک میکنیم دیگه مسئله نداریم. شما بی خودی برای خودتون خواهر رو به عنوان یه دشمن، فامیل رو به عنوان کسانی که طرفداری از دشمن میکنن، جبهه و لشکر را نندازید که روز شب به اینا فکر کنید. آدم سالم عزیز از گذشته آموخته، متوجه آینده است و در حال زندگی میکنه. شما دوربر من باشید از دست من کلافه میشید. من بزرگترین حوادث و اتفاقات زندگیم یادم نیست. من تو قبرستون گذشته زندگی نمی کنم. من با مرده ها زندگی نمی کنم. من اصلا وقت ندارم که حتی نصف کارهایی که باید امروز بکنم و انجام بدم که حالا برم سراغ 3 هفته قبل و 3 سال قبل و 13 سال قبل. ولی من خاطره مرده ایست که دفن شده. حالا اگر ما بیکاریم
این دنبال دشمن میگردیم و میخوایم خودمون رو هرس بدیم، اذیت کنیم، خودمون رو تنبیه کنیم، دیگران تنبیه کنیم که تو انسان هست، خب معلوم این ور و ور میچرخیم عزیز. و به همین جاست که اون توصیه رو دارم، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت و انرژی برای کار بعد و فکر بعد نداشته باشید. هر چی درگیر، هر کس که درگیر کار خوبه نه دنبال فکر بعد میره نه کار بعد میکنه. اشکال کار اینجاست، زندگیمون خالیه، پر نیست، بنابراین تو این اوقات فراغت سر کله اونام پیداشون میشه و به همین جهت است که اهمیتی نباید داد. و الا اگر ما بخوایم صبح تا غروب هزاران هزار اتفاق بد تو زندگیمون افتاده که میتونیم بریم سراغ اون و امروز اون رو خراب کنیم. از گذشته باید آموخ، متوجه آینده بود، در حال زندگی کرد. و الا خشمگین و غمگین از گذشته و نگران آینده یعنی درد و رنج و بدبختی امروز. من نه غمگین و خشمگینم از گذشته، بلکه گذشته در گذشته. هزار تا اتفاق بدم افتاده، هزار جام اشتباه کردم، هزار نفرم ای بسا به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کردم، ولی من با اونا نمیتونم زندگی کنم عزیز. تمام هنر زندگی همینه، در حال زندگی کردن، از گذشته آموختن نه آویختن. ما نمیتونیم به گذشته بیاویزیم، باید ازش بیاموزیم. نگران آیندم نیستم، با 4 تا P زندگی میکنم به جای انگزایتی، به جای A انگزایتی استراب، با 4 تا P: predict پیشبینی، prevent پیشگیری، prepare آمادگی، program برنامه ریزی. این 4 تا P باید بیاد تو زندگی من راجع به آینده باشه. پیشبینی میکنم، پیشگیری میکنم، آمادگی رو در خودم به وجود بیارم، برنامه ریزی میکنم. predict prevent prepare program. در غیر این صورت میشه استراب. خشمگین و غمگین هم از گذشته نیستم، نه عصبانی هم از گذشته، نه نگران ناراحت هم از گذشته. گذشته در گذشته. من عزیزترین عزیزم هم که بمیره عزیز، میرم خاکش میکنم، از قبرستون میام بیرون، با خودم این جسد این ور و بر نمیبرم. جالب اینه که ما دشمنان یا حرفای بد رو تو زندگیمون با خودمون این ور و بر میبریم. شب تو رخت خواب، پشت فرمون، توی مهمونی، تو خونه، جلو تلویزیون. خب بابا، خب دشمنه بیارم اینجور کنارت بنشون، راحت تره. به همین جهت است که مهم اینه که من در مغزم او رو تمامش کنم و بندازمش کنار. اگر شما او رو در مغزتون گذاشتید کنار، زندگی رو بردید. اگر شما تو مغزتون دارید که خواهر شما دقیقاً نه تنها روبروی شما، تو سر شما نشسته و معلوم آزارتون میده، وضعیتتون میکنه، بنابراین خودتون هم درگیر نکنید. شما تو قرن 21 توی انگلستانید، اروپایی زندگی کنید، قرن 21 زندگی کنید، در حال زندگی کنید، از گذشته آموختید، متوجه آینده‌ام هستید، راحتید. خواهرم این حرفا رو زد که زد، تو دنیا آدما نادان هستن، گرفتار هستن، بیمار هستن، آنچه میدونن غلط هست، اشتباه هست، برداشتاشون ناجور است. قرار نیست کسی من رو بفهمه آنگونه که هستم و با من برخورد کنم، که دنیای ما نداریم عزیز. به علاوه با خدا مردم کار دارن، با پیغمبر خدا کار دارن. حالا من یکی کی هستم که اگر با من بدند و دشمنند و حرف بد میزنند فکر کنم یه اتفاق عجیب و غریب افتاده؟ عادی عادی، یه واقعیتی است که تو دنیای امروزه. خودتون هم اذیت نکنید، نه به خواهر فکر کنید، نه درگیر با فامیل بشید. هر جور که درست میدونید و دوست دارید عمل کنید، مسئول هیچ کس هم نیستید. بعد از مدتی متوجه میشید اصلا ماجرایی کار نمی‌کنه. چیزی که خودم فکر کردم درست انجام دادم اون به من گیر داد، توهین کرد. anyway از صحبت کردن با شما بسیار بسیار لذت بردم. خندم هم انداختی تا به من گفتی شما بیمارگونه هستید. من کی گفتم شما بیمارگونه هستید؟ اگر همچی حرفی زنه برفا با پس میگرم، یه ذره بدترش رو میگرم. برای موازم خود تو باشید، خوشحال شما با تو صحبت. قربان شما، وقتتون بخیر. شما ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.